بله، یه خبری که روز پنجشنبه اعلام شد، آقای الکساندر دو سه ماه پیش بود، ایشون یک تغییرات جدیدی رو در شهروندی معرفی کردن و یکی از این تغییرات این بودش که سیت شهروندی کانادا از 3 سال شده 4 سال، از توی این 4 سال بایستی تو 6 سال انجام شده باشه، یعنی هر سال باید 186 روز آدم ها اینجا باشن، اونایی که تو نیروهای مسلح کانادا اگر بخوان بدن یا هستن برای اونا ولی تسهیل میشه، زودتر انجام میشه. قیمت فیش هم شد $300. البته سایتشون نوشته که ما نسبت به کره مزخم به زلند نو به آمریکا و انگلیس هنوز خیلی ارزونتر هستیم، در حال اینو درست میگه، ولی در حال انگلیس و این چیزی که سایتشون نوشته بود خدمت رو عرض کنم که، ولی سوالی که هست، من دیروز هم ایمیل زدم به دفتر آقای کریس، هم تورنتو، هم دفتر اوشاواشون، هم دفتر پارلمانشون، و از ایشون خواستیم که مشخص کنن، چون خیلی دوستان تلفن کردن ایمیل زده بودن که تکلیف چی میشه، یعنی واقعا چون این تو لایه بودجه گذاشتن، بودجه هم 2 هفته دیگه تصویب میشه، چون محافظه‌کارا اکثریت دارن، بدون هیچ گونه تغییری تصویب خواهد شد. ببینید، یکی از نکاتی که دارن تو لایه بودجه، یکی از ضعف‌هایی که قانون‌گذاری در کانادا داره اینه که لایه بودجه رو که میارن، اینا همه چی رو میکنن تو اون لایه، حتی میخوان اختیار بدن به وزیر، پارسال اختیار دادن به آقای جیسون کنی، موقع وزیر بود، وقتی که بهشون میدن بعدا شما نمیتونی، باید کل مجموعه رو یه تصویب بکنی، یا اینکه رأی عدم اعتماد به دولت. خب دولت اکثریت حزبی هم رأی میدن، بنابراین رد میکنه، یعنی شما نمیتونی بگی من به اونش رأی نمیدم، به قول معروف میگه آقا همینی که هست دیگه، به قول معروف همه چی پکیج دیگه، یا آقا همینی که هست دیگه، یا مثل علما که میگن آقا اسلام همینی که هست دیگه، میخوای یا نمیخوای دیگه باید نخ همینی که زوری میشه دیگه. بعد اینا میان تو این کار پکیج میدن، اینو مجموعه رو میدن، مجموعه رو باید تصدیق بکنه و هر کاری رو میخوان بکنن تو این کار میکنن، به وزیر اختیارات بی حد و حصری میدن، وزیر مهاجرت دفعه قبل اون موقع جیسون کری بود، امسال هم یکی از تغییراتی که دادن تغییرات هم درستی هم خطرناکه، یکیش اینه که اعلام کردن که هر کسی که ارتباط داشته باشه با تروریست ها، ارگان سازمان های تروریستی با دولت کانادا به جنگه، به جنگیده باشه، شهروندیش باطل میشه. که خب در حال فکر میکنم خب از یه ذره خب درسته، واقعا کسی که اگه دروغ گفته باشه کسی که این هست، ولی یک سوال هست، مثلا سازمان مجاهدین خلق تا همین چند وقت پیش جزو لیست تروریست ها بود، خب حالا چی حال در اومد؟ حالا مثلا چی کام کنه که شهروندیش باشه؟ میگن آقا اگر باطل میکنن، تو اینو شغل خصف کنه سیاسی دیگه، آدم میگن مثلا حزب الله جزو لیست تروریستی قبلا نبود 3-4 سال پیش، بعدا اگه خوب شه دوباره میاد بیرون، یا سازمان آزادی بخش فلسطین چند سال پیش جزو لیست بود بعدا اومد بیرون، بعدا چی میشه؟ بهشون پس میدن، پس میگیرن. بعدش یک از سوالایی که هستش اتفاقا اینه، خب آقا چه کسی تعیین میکنه که آقا این ارگانیزیشن تروریستی؟ تو جمهوری اسلامی به همه مخالفا میگن تروریستن، اونوری ها میگن من کشوری اصولا غیر دموکراتیک دیکتاتوری، به همه مخالفاشو میگن تروریستن، شاه به تمام مجاهدین و چریک فدایی‌ها و به تمام کسانی که اصلا اسلحه هم حتی نداشتن، به دانشجوهایی که میگرفتن، هر کسی که مخالفش بود سوال میگفت تروریسته و به شدت هم شکنجه میکردن. خلاص حالا اینکه شما میشه واقعا اعتماد بکنی به سازمان‌های امنیتی که مال کشورهای دیکتاتوری هستن، کی تصمیم میگیره اینو؟ و در حال نشون میده که یک داره قدرتی میده محافظه‌کارا، هر کس رو که خوششون نمیاد بتونن خیلی راحت با این مسئله شهروندیشو بگیرن، چون اینا سالهای گذشته این کار رو خیلی سخت انجام میدادن. آقای جیسون کنی 1400 نفر یه دفعه به خاطری که فرما رو بعد پر کردن دروغ گفتن باطل کردن، ولی اسمشون هم هیچ وقت ندادن. در حال این سوالاتیه که امیدواریم که مشخص بشه، و اینکه اصلا مهمتر اینه که همون سوالی که بسیار از ایرانی ها هم که هستن که آیا واقعا از عطر ما صدق میشه، یا اونایی که از الان اومدن کانادا مثلا امروز وارد کانادا میشن یا نه، مثلا روزی که قانون تصویب میشه از اون به بعد باید 4 سالشون پر شه، یا مثلا کسی که اگر آخر فوریه 23 و 24 است که قرار تصدیق شه،
آیا موقع تصمیم شه، یعنی هر کی قبلش فرم پر کنه یک سال جلوتره، هر کی بعدش فرم پر کنه یک سال بیشتره. اینا میدونی زندگی خیلی آدم ها رو عوض میکنه و تأثیر میذاره. از کشوری مثل کانادا خیلی بعیده. در حال اینا سوالاتی که امیدواریم که پاسخشو بگیریم، در حال به خدمت شما هم عزیزان خواهیم داد. یکی از